این نشست خبری ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده است و نام دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار امیر حکمتی و سعید آبدینی and سعید آبدینی, آبدینی شهروند ایرانی آمریکایی است که پیرو و کشیش آین مسیحیت است از شهریور ماه به خاطر اعتقادات مذهبیش بازداشت شد. چندی پیش اون نامه ای برای همسرش نوشت و گفت بازجویی می شود و حتی به خاطر اعتقادات مذهبیش تهدید به اعدام شده است. پیش از این قوه قضایی ایران یوسف ندرخانی کشیش اهل رشت را به اعدام محکوم کرد اما با اعتراض نهادهای حقوق بشری حکم او به زندان تبدیل شد. هیچ اطلاعی از سرنوشت سعید آبدینی نیست. و تنها قرار است به زودی محاکمه او برگزار شود او تا کنون دسترسی به وکیل مدافع نداشته است اما شهروند دیگری که ویکتوریا نولان به او اشاره کرد امیر حکمتی است که 500 روز پیش در تهران بازداشت شد امیر حکمتی سرباز سابقه ارتش آمریکا است خانواده او میگوید قبل از سفر به ایران امیر از دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن استعلام کرد که آیا سفر یک سرباز سابق ارتش آمریکا به ایران مانعی ای دارد و مقامات ایرانی سفر او را بلا مانع دانستند اما دو هفته بعد از حضور او در تهران بازداشت شد تا این فیلم امیر شما اگر امکانات خوبی داریم برای این این اولین بار نیست که شهروندان ایرانی آمریکایی وادار به اعتراف علیه خود می شوند من حاله اسفندیاری هستم متولد ایران شب... بعد از آزادی اغلب آنها تاکید می کنند که این اعترافات به زور از آنها گرفته شده است به نظر می رسد ماجرای اعترافات امیر حکمتی هم ادامه همین داستان باشد او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد اما دیوان عالی ایران این حکم را نقض کرد خانواده ی امیر حکمتی این وبسایت را برای کمک به آزادی او راه انداختند این روزها پدر امیر حکمتی به خاطر سرطان بستری است we call on iranian authorities also to permit a visit uh, by officials of the swiss embassy in tehran our protecting power both to mr Abedini uh, and to mr hekmati mr hekmati has.